داریم که من از آرد سفید معمولی استفاده کردم. آرد نون نیست، آرد نون نیست، آرد مخصوص کیک و شیرینی‌پزی نیست. و اینکه من عرض می‌کنم آرد سفید معمولی، ممکنه که حالا شما از من بخواید سوال بفرمایید که میشه از آرد نون استفاده کرد که این نونمون سالم‌تر باشه. من خودم شخصا این رو امتحان نکردم، ولی میتونید شما امتحان بکنید. همونطور که میدونین آردهای نون یه مقدار پروتئینشون بالاتر از آردهای معمولی هستن و اون باعث میشه که بافت نونمون یکم سنگین‌تر و اینکه موقعی که میجویم یکم حالت سفت‌تر از این نونی که الان من میخوام خدمتتون عرض کنم داشته باشه، ولی شما میتونید امتحان بکنید. من خودم شخصا امتحان نکردم. شیر هست به اندازه 110 میلی لیتر یا 1/2 پیمانه. عسل هست به اندازه 1/4 پیمانه به اضافه 1 قاشق غذاخوری یا 80 تا 85 گرم. جوی پرک هست به اندازه 90 گرم یا 1 پیمانه کامل. ماست یونانی هست که کاملا پرچرب هست به اندازه 1 پیمانه کامل. که ممکن از من سوال بفرمایید شما میتونین از ماست های معمولی استفاده بکنین یا خیر؟ اگر ماستتون پرچرب هست بله، اگر که ماستتون رقیق نیست بله. چون اگر ماستتون رقیق و شل باشه باعث میشه مواد شما کاملا شل بشه در انتها که مواد رو مخلوط میکنین و این وقتی که داخل فر میره نیاز به زمان بیشتری برای پختن داره و باعث میشه که رویه نون و دیوارها و کفش که با قالب در تماس هستن متاسفانه بسوزه. یا 250 گرم. یک عدد تخم مرغ کامل. روغن هست که من از روغن کانولا استفاده کردم، ولی شما میتونین از روغن زیتون استفاده بکنید. به اندازه 1/3 پیمانه به اضافه 1 قاشق غذاخوری یا 80 گرم. بیکینگ پودر هست به اندازه 2 قاشق چایخوری پر یا 8 گرم. بیکینگ سودا هست به اندازه 1/4 قاشق چایخوری. این مقدار خیلی نیست. نگران این میزان جوش شیرین نباشین داخل موادتون. پس جوش شیرین به اندازه 1/4 قاشق چایخوری هست و ما این بیکینگ پودر و جوش شیرینی که داریم استفاده میکنیم جایگزین خمیر مایه فوری هستش که برای تهیه نونهای دیگه من استفاده میکنیم. نمک هست به اندازه 1/4 قاشق چایخوری. تمامی موادمون باید همدمای محیط باشن. اولین کاری که میکنیم مواد خشکمون رو همه رو با هم دیگه مخلوط میکنیم. این رو یه هم میزنیم. حسابی موادمون با هم دیگه مخلوط بشن، مثل جوش شیرین و بیکینگ پودر یک جا جمع نشن که آخر سر موادمون رو بعد از پخت تلخ نکنه. داخل یه ظرف بزرگ روغنمون رو، عسل، تخم مرغ، ماست و شیر رو با هم دیگه حسابی مخلوط میکنیم. و با همزن شروع میکنم حسابی این رو با هم دیگه مخلوط کردن. خب دوستان، بعد از 2-3 دقیقه که این رو حسابی با این همزن مفتولی هم زدیم، یه همچین مادهی به ما میده. حالا ما میایم آردمون رو به یک بار روی این علک میکنیم. و خیلی آروم، فقط یک کم این رو هم میزنیم، همین اندازه، بیشتر نه. و حالا جوی پرکمون رو بهش اضافه میکنیم. اگر احساس کردین که این رو موقعی که دارین نون رو میل میکنین زیر دندونتون دوست ندارین، البته خیلی خیلی نرمن و اصلا احساسش نمیکنین، میتونین داخل غذا ساز یا داخل آسیاب برقی یکی دوتا پالس بزنین یکم خورد بشه. حالا این رو فقط در حدی که همه مواد با هم دیگه مخلوط بشن، نه بیشتر، هم میزنیم. من همزرم رو گذاشتم کنار، حالا با لیسنگ فقط این رو حالت فولد مخلوط میکنم که فقط مواد خشکمون با مواد تر کاملا قاطی بشه. این رو زیاد هم نمیزنیم که اوور میکس نشه. به همین راحتی، به همین سرعت مواد نون ما آماده شد و میره داخل فر.
همونجور که میبینید نه همزن نیاز داره، نه خمیر مایه نیاز داره، نه ورز دادن نیاز داره. دو تا مواد رو با هم دیگه تر و خشک با هم قاطی میکنیم و میره داخل فر. همین اندازه کافیه. حالا من میرزم داخل قالبمون. قالبمون رو من از این قالب ها استفاده کردم. طولش 25 سانتیمتر هست، عرضش 11 سانتیمتر هست و ارتفاعش تقریبا 6 سانتیمتر هست. کاملا این رو من با کاغذ روغنی یا کاغذ مخصوص داخل فر این رو پوشوندم که موادمون نچسبه، چون یکم چسبنده است. اگر از این قالب ها نداشتیم میتونین از قالب گرد 20 سانت استفاده بکنین. فقط فرمش تغییر میکنه، وگرنه دیگه طعم و مزهش تغییری نخواهد داشت. من موادمون رو ریختم داخل قالب و همونجوری که میبینین یکم سر قالب خالی هست. باید همینطور باشه چون پف میکنه میاد بالا. روی این رو یکم صاف میکنیم، گوشه ها رو کاملا پر میکنیم، منتها خیلی بهش فشار نمیاریم. من اینجا یکم جوی پرک اضافه تن دارم و روی این میپاشم. میتونین حذفش بکنین، میتونین بیشتر بریزین، میتونین حتی حالا مغزیجات بریزین، هرچی که دوست داشته باشی. این الان آماده است، میره داخل فر. من فرم رو که برقی هست روی 180 درجه سانتیگراد تنظیم کردم. اگر فرتون گازی هست روی 195 تا 200 درجه سانتیگراد تنظیمش میکنین و اینکه به مدت 40 دقیقه زمان میبره که پخته بشه. حالا ممکنه بستگی به قدرت فر شما داره، ممکنه یه چند دقیقه کمتر و یا ممکنه چند دقیقه بیشتر طول بکشه. وقتی که کاملا روش طلایی شد و دیوارها نسبتاً شروع که به جدا شدن، یا اینکه بعد از 25 دقیقه تا نیم ساعت اگر احساس کردین که روش داره پر رنگ میشه و ممکنه که بسوزه، میتونید توسط یه سیخ چوبی ببرین داخلش بیارین بیرون. اگر که هیچ موادی بهش نچسبیده بود ما مطمئن میشیم که نون ما پخته. دوستان این دقیقاً سر 40 دقیقه از فر اومد بیرون و الان میبینین که روهاش کاملا برشته شده. این قسمت ها کاملا ترک خورده و اصلا نگران اینها نباشین. خاصیت این نون همین هست، به خاطر اینکه دیدین مادهش چقدر غلیظ بود و به خاطر اون غلیظت و سفت بودن موادمون این ترک ایجاد میشه. حالا بلافاصله همین الان من آوردم بیرون، روی این رو با بروس یکم عسل میمالیم. البته این اختیاری هست، میتونین اصلا نزنین این عسل رو، ولی هم شفافش میکنه هم خیلی خوشمزهش میکنه. و بعد میگذاریم کاملا خنک بشه. یه 10 دقیقه یک ربع طول میکشه تا این یکم از دما بیفته. بعد اما از قالب میاریمش بیرون، دوباره یکم دیگه بهش اجازه میدیم خنک‌تر بشه تا بتونیم برش بزنیم.